در سوم تیر ماه داعش حملات گسترده ای را علیه مواضع ارتش سوریه و نیروهای دفاع وطنی در استان سویدا انجام داد. داعش در حمله به شهر سویدا از 6 فرد انتحاری استفاده کرد و موفق شد موقتا روستاهای شبکی، شریحی، رامی و دوما را تصرف کند. ارتش سوریه و نیروهای دفاع وطنی 2 فرد انتحاری را از پای درآورده و 1 فرد را دستگیر کردند و پس از چند ساعت درگیری موفق به بازپسگیری روستاها شدند. در این نبردها دست کم 15 عضو داعش کشته شدند. با این وجود حملات داعش منجر به شهادت تعداد زیادی از غیر نظامیان شد. بر اساس اطلاعات میدانی 216 غیر نظامی به شهادت رسیدند و تعداد زیادی زخمی شدند. حملات داعش در سویدا نشانگر آن است که برای برقراری امنیت در این مناطق و بیابانهای سویدا نیاز به انجام یک عملیات نظامی گسترده توسط ارتش سوریه علیه داعش می باشد. در سوم تیر ماه باقی مانده مسلحین ارتش آزاد حاضر در استان قنیطره اقدام به تسلیم سلاح‌های خود به ارتش سوریه کردند. تا کنون 1 نفر بر زرهی، 1 آمبولانس زرهی، 1 لانچر راکت گراد، 1 هویتزر و 1 خودروی زرهی ضد مین به ارتش سوریه تسلیم شده است. بلافاصله پس از آنکه عملیات تحویل سلاح‌های سنگین و متوسط مسلحین به اتمام رسید، عملیات خروج آنها به سمت استان‌های ادلب و حلب آغاز خواهد شد و آنهایی که قصد رفتن ندارند می‌توانند با تسویه امور در مناطق خود بمانند. از این رو تمامی مناطقی که پیشتر توسط تحریر و شام و ارتش آزاد در جنوب سوریه اشغال شده بود آزاد خواهد شد. در همین زمان ارتش سوریه با پیشروی علیه داعش کنترل روستاهای سیدا، خان از سیدا، لویبد، مغرز و خانه های سازمانی جلین در شرق بلندی های جولان را در دست گرفت. این پیشروی ها با پشتیبانی جنگنده های سوریه و روسیه صورت پذیرفت. رسانه رسمی داعش مدعی شد که داعش یک خودروی انتحاری را در نزدیکی مواضع ارتش سوریه در اطراف جلین منفجر کرد و در این حمله تعدادی از نیروهای ارتش سوریه زخمی و یا شهید شدند. با این وجود تصاویری برای اثبات این ادعا منتشر نشد. در همین روز رژیم صهیونیستی به بهانه افتادن چند راکت داخل اراضی اشغالی جولان بر اثر درگیری‌های جاری بین ارتش و داعش در منطقه اقدام به دور جدیدی از حملات موشکی علیه ارتش سوریه کرد. ارتش اسرائیل 1 لانچر راکت ارتش سوریه را از بین برد و توپخانه اسرائیل موقعیت مکانی لانچر را زیر آتش قرار داد. بر اساس برخی از گزارشات این لانچر راکت متعلق به داعش بوده است. در همین حال نیروهای تحت حمایت آمریکا STF حدود 35 کیلومتر در مناطق داعش در شرق سوریه و شرق استان دیر الزور پیشروی کردند. بر اساس منابع کردی عملیات STF علیه داعش در این مناطق با همکاری کامل ارتش عراق در حال انجام است.